زیاد از مربیان ما مدرک فوتبال اروپا هم دارن که حالا اگه فرصت شد راجبش صحبت کنیم. حالا ان شاءالله آخر برنامه سعی می‌کنیم حتما بیشتر صحبت بکنیم. زمینی که از بازی هم باید اشاره بکنیم که نیمه دوم بازی شروع شد، ثانیه‌های قبل با سوت آقای محسن قهرمانی، و ما باید منتظر باشیم ببینیم آیا مس سرچشمه تیم تای جدولی با یک بازیکن کمتر که 45 دقیقه رو خوب در آورد میتونه 45 دقیقه نیمه دوم همطور استقامت بکنه. آقا یک امتیاز فکر می‌کنید به درد مس سرچشمه بخوره؟ یک امتیاز هم غالبا اتفاق غنیمتی است. دقیقاً من موافقم با شما، یک امتیاز هم یک امتیاز، ولی اگر استراتژی 45 دقیقه آقای شرفی خیلی سریع گام چون بازی بله. این است که بازی رو به دروازه پایانی بکشونه، میتونه استراتژی موفقی باشه به شرطی که مدافعش کمتر اشتباه بکنه. ولی وقتی شما در مقابل استقلال بازی میکنی با این تعداد بازیکنانی که در حمله مؤثر هستن کار سخته. درسته. و غالبا یک امتیاز اصلا خوشایند استقلالی‌ها نیست دیگه. بله. حالا این تعطیلات آقا به نظرتون بین دو این دو تیم تعطیلات 3 هفته به سود استقلال یا به سود مس؟ من فکر کنم به سود هر دو است. همونطوری که خدمتتون عرض کردم هم بازیکنان هم کادر فنی میتونن یه استراحت هرچند کوتاهی داشته باشن، تمریناتشون رو دنبال بکنن. خیلی تیم‌ها فرصت پیدا می‌کنن که نقاط ضعفشون رو، شاید تعداد از مربی‌ها به دنبال پیدا کردن بازیکنان تازه هستن که این فرصت پیش خواهد. خیلی متشکرم. ما مهندس این موقعیت رو می‌بینیم برای تیم استقلال که میداودی ضربه رو زد و حوری توپو به کرنر فرستاد. می‌ریم ورشگاه آزادی و همراه می‌شیم به گزارش آقای علی فخر. با این کرنر استقلالی‌ها چه خواهند کرد؟ ارسال بلند، یک ضربه سر، تجمع یاران دو تیم پشت محوطه 6 قدم، توپ سرگردان و نهایتاً از خط توری توپ به بیرون میره. خب برای این دسته از بینندگان محترمی که نیمه اول رو تماشا نکردن عرض می‌کنم در نیمه اول استقلال و مس سرچشمه به تساوی 0-0 رسیدند، زمینی که در ثانیه 20 مسابقه یار تیم مس سرچشمه یعنی نادر فتح‌اللهی از بازی اخراج شد و در تمام دقایق نیمه نخست مس سرچشمه 10 نفره بازی کرد. فرصت باز هم برای استقلال، دور میکنن پشت محوطه جریمه، داور آقای قهرمانی است، کمک ها آقایان سخندان و نظری، داور چهارم آقای سید علی. یه بار دیگه استقلال شانس خودش رو خواهد آزمود. فرصت برای تیموریان، یه لحظه توپ او رو میزنند برای استقلال. زمینی که تیموریان رو ملاحظه کردی، رحمتی، منتظری، حسینی، عمرانزاده، تیموریان، حیدری، جباری، میداودی، کرار، مجیدی و کیا رحمتی بازی میکنند. مربیگری این تیم بهتی آقای پرویز مظلومی است. یه فرصت، یه ضربه راه دور، برخورد با یکی از بازیکنانی که بین توپ و دروازه حضور داشت و توپ این ترتیب به بیرون میره. توپ با سر نوراللهی مدافع میانی تیم مثل سرچشمه برخورد کرد. باز هم فرصت، حلقه محاصره رو در نیمه دوم استقلال تنگتر کرده. کمک داور دوم آقای حمید نظری رو لحظاتی ملاحظه کردید. آقای پرویز مظلومی و کمی دورتر آقای اصغر شرفی، سرمربیان دو تیم. در واقع یکی برای بردن و دیگری برای نباختن شاید تلاش میکنن، با شاگردان خودشون صحبت میکنن. میبینیم آقای اصغر شرفی رو، بازیکنان استقلال رو خدمتتون معرفی کردم، کیا رحمتی رو هم میبینید برای تیم مس سرچشمه، هوری، خانکی، نوراللهی، زراک، ابراهیمی، برنویچ، مولایی، فیروزآبادی، ترشیز و کرد جهان بازی میکنن که به حال نادر فتح‌اللهی هم در دقیقه یک از بازی اخراج شد. در نیمه اول بازی بسیار کند بود، استقلال 3 یا 4 فرصت گل داشت که تبدیل به گل نشد. جباری کوتاه در عرض، حسینی، کرار، حسینی،
قصد دارن منطقه بازی رو عوض بکنن. اونجا مدافع مثل سهچشمه روی توپ اثر میگذاره، حرکت تیموریان و پرچم کمک داور که معتقد هست توپ از خط عبور کرده. با هم ببینیم. خب یه لحظه توپ با دست تیموریان اصلا برخورد کرد. به هر حال با یک ضربه یاران مثل سرچشمه یا پرتاب، با پرتاب یاران مثل سرچشمه بازی رو آغاز خواهند کرد. کرار حرکت مورب، باز هم پاس در عرض، فرهاد مجیدی، کرار و رسیدن توپ به مولایی. کنارهای محوطه جریمه، کرار این بار هم توپ به یاران کرار نمیرسه. حرکت ترشیز ادامه بازی، توپ از خط عبور نکرده. امرازاده بر میگرده، فرهاد مجیدی، توپ تیموریان در اختیار یاران خط دفاعی مثل سرچشمه. دقیقه 52 رو هم پشت سر گذاشتیم، هفت نیمه دوم. استقلال 0 مثل سرچشمه 0. کرار میگیرن توپ او رو، حالا یه ضد حمله، یه پاس به عقب، سید مهدی رحمتی، حنیف عمرانزاده، یارشون رو 11 مستن فیروز آبادی است که بر میگرده. دو مدافع میانی مثل سرچشمه روی توپ اثر میگذارن، چهار خانکی و پنج نوراللهی، و نهایتا توپ در اختیار کاپیتان حسن حوری قرار میگیره. اعلام خطا، بلافاصله استقلال بازی رو آغاز میکنه. تیموریان یا پاس خوب از بین دو بازی کنه مس، یه لحظه توپ عبور کرد اما به هر حال کنترل کردن. تشخیص رو میبینیم، پاس کرار برای میداودی، در واقع اثر گذاشتن روی توپ از طریق میدابودی، و باز هم رسیدن تو به دروازبان مس حسن حوری. تماشاگران حاضر در ورزشگاه که از دوستان استقلال هستن و این تیم رو تشویق میکنند. مشتبه جباری یا زربزاهی دور، یکی دو بار توپ با زمین برخورد میکنه و به بیرون میره. از کنار دروازه حسن حوری کار دنبال خواهد شد. میبینیم با هم ضربه نچندان خوب مشتبه جباری رو.
آقای بهتاش فریبا رو لحظاتی ملاحظه کردید، ایستاده کنار نیمکت. یه حرکت دیگه سوی یاران استقلال از میانه زمین، ببینیم به چه شکار رو دنبال خواهند کرد. منطقه بازی رو عوض میکنم برای حسینی، کوتاه کار میکنه با کرار، توپ کرار برخورد میکنه با یار حریف، مجددا خود او صاحب توپ است. پیلام خطا، خطا روی کرار، خطای آنت زوراک بازیکن کروات مثل سهچشمه، زمینی که لحظه یوسفی و برهانی رو ملاحظه کردید که احتمالاً به بازی خواهند آمد. فرصت برای استقلال، یه ضربه از بیداوودی و توی دروازه، توی دروازه. اینجا به هر شکل دروازه تیم مثل سرچشمه باز میشه. شادمانی علاقمندان به استقلال، شکرگزاری کیا رحمتی، شادمانی تیموریان و زننده گل میداوودی. میداوودی که در نیمه اول سرگردان بود، حالا اینجا یه موقعیت خوب در واقع برای او روی این پاس ایجاد میشه و او هم ضربه خودش رو خوب میزنه. توپ با زیر تیر افقی دروازه برخورد میکنه و به درون دروازه میره، در شرطی که میداوودی اصلا چارچوب رو هم نگاه نمی کنه. به هر حال پاس گل از مجتبی جباری و ضربه از میداوودی، اینجا سه امتیاز رو تقدیم آقای پرویز مظلومی می کنه. به بازی که تصور می شد بسیار آسان خواهد بود برای استقلال، در نیمه اول چنین نبود و حالا در دقیقه 56 میبینیم که تیم ده نفره یه مثل سرچشمه دروازش برشک باز میشه. حالا ببینیم روند بازی تغییر خواهد کرد یا خیر. آقای قهرمانی در دو سمتی صحنه حضور داره، اعلام خطا از مجتبی جباری روی مسعود ابراهیمی. خطاها 12 در مقابل 5. نوراللهی بغل، حوری، ضربه از حوری، این طرف عمرانزاده. خب طبیعتاً استقلال بازی روانتر کار بکنه حالا بعد از زدن گل و کسب سه امتیاز مسابقه. تیموریان، جباری، کرار تقاضای توپ میکنه. فرهاد مجیدی در منطقه خالی، حیدری، تیموریان، یه بار دیگه برای خسرو حیدری، حرکت خسرو پشت محوطه جریمه، جباری، ضربه سر از یاران مرز، فرصت برای زدن ضربه نمیزنه جباری. حسینی با یک تکل توپ رو به بیرون میزنه، پرتاب به سود ترشیز و مثل سرچشمه هست. آقای منصور پورهیدری و تصویر آهسته ارسال پاس بلند از جباری برای مجیدی، کناره های محوطه جریمه، صاحب توپ هست فرهاد مجیدی، پاس به عقب کوتاه برای کرار، توپ اون نمیرسه.
یه موقعیت برای مثل سرچشمه با یار شماره 7 علی مولایی، همچنان صاحب توپ هست، از همونجا ضربش رو میزنه و رحمتی به راحتی میگیره توپ مولایی رو. میبینیم کیا رحمتی نمیتونه مانع زدن ضربه بشه، ضربش رو میزنه و رحمتی هم ملاحظه کردی چگونه توپ رو گرفت. بلافاصله این طرف موقعیت برای میداودی و یه کورنر اونجا شکل میگیره. توپ روی سقف دروازه مینشینه پس از برخورد با یار مثل سرچشمه که اینجا جزئیات کار رو ملاحظه میکنید. جباری و کورنر دیگری به سود استقلال بایستی زده بشه در شرایطی که یک سوم از زمان مسابقه باقی است. 12 کورنر استقلال هست در شرایطی که مثل سرچشمه فقط یک بار کورنر زده. پشت محوطه 6 قدم ضربه سر از یاران مس. همچنان بازی یک گل هست، فرصت برای زدن گل دوم. درگیری حسن حوری با یار استقلال پشت محوطه 6 قدم که حنیف عمرانزاده هست و احساس ناراحتی هم میکنه. خب آقای قهرمانی اجازه حضور پزشک استقلال رو میده. ببینیم با همینجا جزئیات کار رو، برخورد حوری با عمرانزاده. آقای مظلومی بعد از به ثمر رسیدن تکل بازی با آرامش بیشتری کار رهبری رو در تیم استقلال دنبال میکنه. آقای بهداشت فریبا همونجا کمک میکنه. به هر حال شاگردان آقای اصغر شرفی تا اینجا بازی رو با یک گل واگذار کردن. عکاسان حاضر در زمین مسابقه که طبیعتاً همگی بدون استثنا پشت در واقع در کنار پرچم کورنر به دنبال سید لحظه ها هستند. مهدی رحمتی برای میثم حسینی. کیا رحمتی جباری، تیموریان جباری سمت چپ کرار رو داره به اون نمیده. یه بار یه کیا رحمتی، خسروی دری مزمزه میکنه. ببینیم نهایتاً چه خواهد کرد. ارسال بلند و توپ در دستان حسن حوری باز هم قرار میگیره. بر میگرده هیدری. خب تلاش خودش رو میکنه اونجا. فیروز آبادی توپ رو هم میزنه منتها کسی پشت سر اون نیست. و 4:38 از بازی سپری شده. استقلال 1 مس سرچشمه 0. تجمع بازیکنان دو تیم همچنان در نیمه زمین مس سرچشمه ادامه داره و استقلال به دنبال تثبیت پیروزی خودش با گل دوم هست. ارسال بلند از
خسرو حیدری و مقابل تیر یک حسن حوری یه بار دیگه توپ رو مهار میکنه. پرکارترین بازیکن میدان حسن حوری بوده و بیکارترین بازیکن میدان همتای او سید مهدی رحمتی. فرهاد مجیدی گریز او درون محوطه جریمه، ضربش رو هم میزنه و به فضای بالای دروازه. خوب گریخت اما ضربش رو خوب نزد. از امای پشت دروازه صحنه رو ملزه کرده. تیموریان برای کرار، حرکت میثم حسینی، ارسال با پای چپ بالای سر فرهاد مجیدی حدود یک متر. میداودی خودش حرکت میکنه، اجازه رسیدن توپ به او رو نمیدند مدافعین مثل سرچشمه و مشخصا مسعود ابراهیمی. پرتاب با کرار، یه بار دیگه تک بازیکنی که در خط حمله حضور داره و فاصله او با خط میانی هم بسیار زیاد هست، یعنی مسلم فیروزآبادی، نمیتونه کار مفیدی انجام بده. حرکت کرار اجازه ورود به محوطه جریمه رو ترشیز به اون نمیده. علی مولایی اعلام خطا روی فیروزآبادی، یه تعویض برای مس بایستی انجام بشه. یار شماره 8 محسن مظفری به بازی خواهد آمد و نناد برنوویچ یار اهل مونتنگرو بیرون میره. یار تازه وارد محسن مظفری. مشتبه جنبالی حالا به توپ میرسه، دقیقه برای کرار. بازی پرحوصله استقلال همچنان ادامه داره در نیمه دوم، حتی پس از زدن تک گل بازی، و اونجا عجله میکنه یار شماره 2 مثل سرچشمه، یعنی اویس کرد جهان، و توپ رو به کورنر میزنه. کسی در اطراف اون نبود، به هر حال بدون ریسک این کار رو میکنه. حسن حوری کاپیتن مثل سرچشمه درونی دروازه احساس خطر میکنه، همچنان با توجه به هجوم های مکرر استقلال. خسرو حیدری بلند برمیگردوند، وقتی توپ رو میگیرن چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که لو میدن، به جهت اینکه عرض کردم فقط یه بازیکن در خط حمله اونجا ایستاده، زمینی که اینجا تصویر استه و خطا روی حیدری رو ملاحظه کردید، بقیه در کار دفاعی شرکت میکنن، در واقع خط دفاعی و خط میانی که چسبیده به هم در یک سوم دفاعی حضور دارن، یه بازیکن هم با فاصله زیاد اونجا در کنار مدافعین میانی استقلال حضور داره. فرصت برای مجیدی، ترجیح میده سرزرب بزنه که ضربه خوبی از آب در نیامد.
میبینیم با هم جزئیات کار رو و تلاش حسن پوری کاپیتان تیم مثل سرچشمه. 70 دقیقه با 1 گل و 21 بازیکن در زمین، اخراج دقیقه 1 نادر فتح‌اللهی مثل میهمان رو 10 نفره کرد. تشخیص رو میبینیم، بازیکن پرتلاش سمت راست خط دفاعی مصر رو پتا با میثم حسینی برای حنیف عمرانزاده. یه بار دیگه خود حسینی، خب یه لحظه توپ لو میره، حالا 2 بازیکن از مصر در خط حمله حضور دارن، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد. البته 2, 4, 6 بازیکن استقلال هم بین توپ و دروازه هستن. یه ارسال عبور بکنه از بازیکنای ضربه نچندان خوب و توأم با عجله از این بازیکن یعنی مشتبه ترشیز. این ترشیز بود که لحظه ای ضربه زدن به تو به وسیله او رو دیدید. جباری یه پاس خوب پشت خط دفاعی، فرصت برای مجیدی، ادامه بازی، تصمیم آقای قهرمانی است. باز هم ترشیز، یک تنه در سمت راست حرکت میکنه. وقتی میبینه کسی مقابل دروازه حریف نیست، پاس به عقب رو ارسال میکنه که توپ لو میره. حالا تبدیل میشه به یک ضد حمله که باز هم ارتباط رو قطع میکنند. تا به سود مثل سه چشمه هست. سید مهدی رحمتی رو درون دروازه لحظاتی دیدید. آنته زوراک به دفاع میانی، یار شماره 4 خانکی. خطا، آقای قهرمانی در تمام صحنه ها حضور داشته، البته قضاوت سختی برای ایشون نبوده این بازی، اما به هر حال در تمام صحنه ها او رو میبینیم. منتظری با بازیکنان کناری خودش صحبت میکنه. ضربه به سود تیم مثل سرچشمه هست، به این ترتیب با پای چپ بلند آنته زوراک صاحب توپ هست. تشیز، زوراک، 8 مظفری. توپا برخورد به یار شماره 7 علی ملایی به بیرون میره. یوسفی آماده میشه تا به بازی بیاد. یه بار دیگه ترشیز، یه ضربه مستقیم به قصد چارچوب و رحمتی. تکنیک ترشیز و حرکات او از دور حرکات مهدی دینورزاده رو تداعی میکنه در زمانی که در دفاع چپ پاس و تیم ملی بازی میکرد. یه بار دیگه ترشیز، تو با پای او برخورد میکنه و به بیرون میره.
1/6 از زمان مسابقه باقی است. استقلال 1 مس سهچشمه 0. هیدری درگیر هست اونجا. یاره شماره 9 مس هم قصد ورود به بازی رو داره، علی سامره، بازیکن اسبق استقلال که دقایقی حالا در مقابل تیم اسبق خودش بازی خواهد کرد. تیموریان به راست، خسرو حیدری صاحب توپ، یه بار دیگه برای آنجانیک تیموریان، مشتبه جباری، تیموریان یه پاس به جلو، این بار هم نمیرسه توپ به مجیدی. فیروز آبادی صاحب توپ هست، ادامه بازی، سرعت رو نمیبینین در حرکات یاران استقلال. جباری باز هم به قصد ارسال پاس در عمق و رساندن توپ به فرهاد مجیدی. تاکتیک اول تیم استقلال برای گلزنی از دقیقه 1 تا این لحظه همین بوده، یعنی پاسهای در عمق به ویژه از سوی مشتبه جباری و تیموریان برای فرار دادن مجیدی پشت خط دفاعی حریف. تیموریان، جباری به چپ برای کرار، ترشیز رو مقابل خودش داره و بازیکن دوم مصر رو میداودی، تیموریان، مجیدی، یه پاس به عقب، فرصت برای زدن گل دوم استقلال هست اونجا که باز هم ارتباط رو یاران پر تعداد مثل سرچشمه قطع میکنن. خب کمک داور دوم اشاره میکنه به آقای قهرمانی که تعویضی بایستی انجام بشه. یار شماره 11 بیرون میره، مسلم فیروز آبادی، بسیار تلاش کرد به عنوان تک بازیکن خط حمله در بین دو مدافع میانی استقلال و اینجا علی سامره بازیکن سرشناس مثل سرچشمه به بازی میاد. آقای اصغر شرفی خسته نباشیدی میگه به مسلم فیروز آبادی. عمرانزاده، رحمتی، حسینی، یه بار دیگه عمرانزاده، پاسای کوتاه در نیمه زمین خودی، یاره 11 محسن یوسفی از استقلال کنار زمین در انتظار هست تا به بازی بیاد. فرصت دیگری برای استقلال و باز هم درگیری یاره خط دفاعی مثل سهچشمه، بازیکن شماره 4 علی خانکی. تصویر رایسته و درگیری با خسرو حیدری رو دیدید. اینجا هم محسن یوسفی به بازی میاد و کرار از بازی بیرون میره، یاره عراقی استقلال. بازیکنان سرشناس و بزرگ روی نیمکت استقلال همچنان انتظار بازی رو میکشن. جواد شیرزاد، فریدون زندی، آرش برهانی، علی حمودی،
و اسماعیل شریفات، زمینی که دروازه‌بان جوان هادی زرین ساعد همونجا در کنار یاران سرشناس نشسته. چهره برهانی رو ملاحظه کردید و شریفات رو دستات آقای اسخر شرفی. ضربه آزاد به سود نصف سرچشمه و یه حرکت از سید مهدی رحمتی که برای اولین بار هست در این مسابقه به زحمت میفته. از راه دور خوب زد ضربش رو یاره نصف سرچشمه. کورنر به سود این تیم هست. خب ارتباط رو قطع میکنن. احساس ناراحتی میکنه یاره استقلال خسرو حیدری که از سمت راست خط دفاعی به سمت چپ خط دفاعی آمده. ببینیم با همین ضربه رو. خوب حرکت کرد رحمتی، البته فاصله بسیار زیاد بود، یه مقدار دیر حرکت کرد اما به هر شکل وظیفه خودش رو انجام داد و ناجی دروازه بود سید مهدی رحمتی. خب یار شماره 40 علی حمودی به جای خسرو حیدری بایستی به بازی بیاد. چهره سید مهدی رحمتی رو ملاحظه کردی که با بازیکنان خط دفاعی خودش صحبت میکنه. 81 دقیقه و 40 ثانیه. استقلال تهران 1 مس سرچشمه 0. پتابا یوسفی، حرکت کیا رحمتی، ارسال پاس به جناح راست برای میلاد میداودی. میداودی در نیمه دوم هم بجز اون موقعیتی که براش ایجاد شد و گل زد همچنان یک بازیکن سرگردان هست. وظیفه او اصلا مشخص نیست. مشتبه جباری نمیرسه باز هم توپ به فرهاد مجیدی. یه گل میتونه خیال آقای مظلومی رو راحت بکنه. به هر شکل تیمی که یک گل عقب هست تا آخرین لحظه ها امیدوار به تساوی کار رو دنبال میکنه. خب آفساید اعلام شد از سوی آقای سخندان. بلافاصله کار رو استقلالی ها با ضربه به توپ دنبال میکنن. علی سامره اونجا با وساطت بین دو بازیکن استقلال. جالب هست قصد داره تا مشکلی پیش نیاد. اینجا کارت قرمز رو در دست آقای قهرمانی میبینیم. تیموریان اخراج میشه. علی حمودی کنار زمین هست که به بازی میاد. خسرو حیدری قبلا بیرون رفته، حمودی به جای او میاد. اگر تصاویر آهسته رو ببینیم در زمان درگیری خب چیزی که استنباط میشه از این تصاویر، آنجانیک تیموریان با بازیکن خودی اونجا درگیر شده بود ولی سامره اجازه نمیداد این مسئله ادامه پیدا بکنه. به هر حال او اخراج شد. شاید از الفاظی تیموریان استفاده کرد که آقای قهرمانی او رو اخراج کرده. به هر حال بعداً با گزارش داور مشخص خواهد شد. تشییع صاحب توپ یه بار که تشییع. حالا 10 بازیکن در مقابل 10 بازیکن و حدود 6 دقیقه فرصت برای مس سرچشمه. علی مولایی
یه کنترل سینه پشت به دروازه، یه ضربه آرام. حاصلی برای مثل سرچشمه نداره. ضربه یار شماره 8 محسن مظفری، بازی که بسیار آسان تصور میشد برای استقلال تبدیل به یک بازی مشکل شد، هرچند که سه امتیاز رو تو اینجا با گل میداودی آقای مظلومی و تیم استقلال در اختیار دارند. فرهاد مجیدی، خطا، کارت چرنگی است. زرد برای اویس کورت جهان. نخیر، نوراللهی بود که اونجا خطا کرد. بله، نوراللهی کارت زرد رو میگیره. یه لحظه چهره کورت جهان رو دیدم و خطا رو نوراللهی انجام داد. خب زحمات زیادی رو کشیدن نوراللهی و خانکی، دو مدافع میانیه مثل سرچشمه، برای باز نشدن دروازه یا حالا کمتر باز شدن. به هر حال اینجا کارت زرد رو میگیره او. علی مولایی هم بیرون میره و جای خودش رو به سجاد حیدری میده. یه ضربه مستقیم به قصد چارچوب، واکنش دروازه‌بان، مجدداً ضربه زده میشه و خود حسن حوری میگیره. خطا اونجا کاملا مشخص است، زیر پای ترشیز. خب فریدون زندی که روزگاری بازیکن ثابت تیم ملی فوتبال کشورمون بود، اینجا به نظر میرسه 2-3 دقیقه فرصت بازی رو آقای مظلومی قصد داره به او بده. ترشیز بلند، یا کنترل از یوسفی. کیا رحمتی، حمودی در راست، مجددا برای رحمتی، یوسفی، رحمتی، حسینی. استقلال راضی به نظر میرسه از کسب 3 امتیاز. حالا یه حرکت از سمت چپ از سوی فرهاد مجیدی، بازیکن مقابل دروازه هست، ببینیم خودش خواهد زد یا خیر. یکی دو بار مزمزه میکنه تا ضربه رو بزنه، اما اجازه این کار رو به اون نمیدند. مس در این لحظات یا این دقایق در واقع دفاع نمیکنه، با توجه به اینکه یک بازیکن هم از استقلال اخراج شده به دنبال گل تساوی و ضربه بی حاصل محسن مظفری رو هم دیدید. یار 8 به این شکل. میلاد میداودی از بازی بیرون میره و فریدون زندی، بازیکنی که ستاره تیم کایزرلاترن آلمان بود چند سال قبل و از کردم در تیم ملی هم بازیکن ثابتی بود، اینجا 1 دقیقه فرصت بازی پیدا میکنه. منتظری برمیگردونه در شرطی که دو بازیکن مس همونجا حضور داشتن. تبدیل میشه به ضد حمله تند و تیز. اجازه کار رو خانکی نمیده. یار 4 تصویر از سر میبینیم، توپ رو از مقابل پای مصطفی جباری به بیرون میزنه.
خب به نظر میسید خطا هم گرفته شده و تعجب جباری را هم دیدید. کناره های خط طولی، خطا از علی سامره. 3 دقیقه زمان تلف شده دیدار استقلال و مس سرچشمه هست. رحمتی منتظری در ثانیه های تلف شده نیمه دوم این بازی هستیم. ارسال پاس بلند برای مجیدی، 2 بازیکن از مس اونجا حضور دارند. یا پاس اشتباه، اما اونجا جبران میکنه اشتباه مدافع رو دروازه‌بان حسن حوری. تصویرهای سر از نمای پشت دروازه ملاحظه کردید، خوب کار کرده حوری در مجموع در درون دروازه مس سرچشمه و در واقع هرچند که مس باخته اما باشی نمره قبولی داد به این تیم و آقای شرفی با این سرمایه هایی که در اختیار داره، با این نفراتی که در اختیار داره، به هر حال در مقابل استقلال تیم بزرگ تهران و ایران خوب کار کرده. دو دقیقه از زمان تلف شده هم سپری شده. یک کنترل سینه از مشتبه ترشیز، ارسال به درون محوطه جریمه، برمیگردونن. فرصت برای سانتر هست، علی سامره این کار رو میکنه. به ضربت راهی دور از کنار دروازه توپ بیرون میره. ضربه کرد جهان، فاصله تو با تیر عمودی سمت چپ رحمتی رو دیدید و افسوس کرد جهان رو. به نظر میسه بازی تمام خواهد شد با این نتیجه، یعنی 1-0 به سود استقلال، 3 امتیاز در واقع پر ارزش برای آقای مظلومی و تیم استقلال در یک مسابقه خانگی. هرچند که استقلال خوب بازی نکرد اما 3 امتیاز رو کسب کرد. جا داره در لحظات پایانی از کلیه همکارانمون هم تشکر بکنم. واحد سیار مستقر در ورزشگاه آزادی، پخش شبکه 3 و دیگر دوستانمون در واحدهای مختلف سازمان صدا و سیما که کمک کردن تا